روز به روز که از به قدرت رسیدن سنیهای تندروی طالبان در افغانستان می گذرد چهره واقعی آنها بیش از پیش بر همگان آشکار می شود به تازگی گزارش های از افغانستان می رسد که حکایت از دشمنی عمیق این سنیهای تندرو با شیعیان و به خصوص قومیت هزاره دارد همکارم علی اکبری گزارش می دهد یک کانال خبری از افغانستان گزارش داده که سنی های تندروی طالبان به صورت ناگهانی به مناطق شیرداغ، جاکه و پژولگه در ایالت قزنی حمله و اهالی هزاره این منطقه را وادار به کوچ اجباری کردند. این کانال خبری از قول یکی از شهروندان هزاره نوشته که سونیهای های تندروی طالبان خانه های مردم را غارت کرده و ساکنان آنها را به قتل میرسانند. محمد محقق از فعالان سیاسی افغانستان گفته که این مناطق در آستانه یک فاجعه انسانی ناشی از کوچ اجباری و جنایت علیه بشریت هستند. او نیز از برخورد قومیت گرایانه طالبان با شیعیان خبر داده و طالبان را به تقسیم زمین های مردم هزاره به هواداران این گروه متهم می کند. محقق میگوید طالبان نیروهای ضرباتی خود را وارد منطقه کندیر دایکندی کرده و مردم هزاره را از منطقه های خاصل خیزشان کوچ داده و زمین هایشان را میان هواداران طالبان توضیح می کنند. سونی های تندرا طالبان همچنین درهای زیارتگاه سخی واقع در کابل را با این ادعا که زیارت اقدامی شرمآور است بسته و مانع ورود زائرین به این زیارتگاه شدند نکته قابل ذکر این است که زیارت سخی منحصر به شیعیان نیست بلکه سالانه ده ها هزار اهل تسنن نیز از گوشه و کنار افغانستان به زیارت این محل می آیند.